میتونی یا میخوای چند دقیقه با من تنها باشی؟ احتمالا نمیتونی، چون سرت شلوغه، چون وقت نداری، چون انقدر مشغله و درگیری داری که نمیرسی با هم تنها باشیم. ولی فقط این چند دقیقه این ویدیو رو با من باش. چند تا نکته خیلی جالب میخوام بهت بگم. این چند دقیقه رو با من باش، به من گوش بده، بهت باهات صحبت دارم. دوستان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که اینجا توی این ویدیو توی این کانال در خدمتتونم. این ویدیو شماره 10 ویدیوهای میتونی یا میخوای چند دقیقه با من تنها باشی. هر کدوم از این ویدیوها، همونطوری که تو ویدیوهای قبلی دیدی تو همین پلیلیست، هر کدوم این ویدیوها یک دغدغه‌ای داره، معمولا یک موضوعی داره که ما در کنار اینکه با هم راحت‌تر حرف میزنیم به اون موضوع، به اون دغدغه هم میرسیم، صحبت میکنیم. ولی اینجا موضوع نداریم. موضوع این برنامه رو، موضوع این ویدیو رو من گذاشتم ویژه برنامه میتونی با من چند دقیقه تنها باشی، چون شماره 10شه و یه سری صحبت‌های بیشتر و کامل‌تر دارم باهات. اول از همه این که مرسی که این مدت همراه کانال بودی، مرسی که این کانال رو دنبال کردی، مرسی که عضو کانال شدی، ویدیوها رو لایک میکنی، با هم تعامل داریم، کامنت میگذاری، توی اون بخش تست هامو شرکت میکنی، جواب سوالات رو میدی، ویدیوهای آموزشی رو میبینی و همراه من هستی توی این کانال. امروز حدود 1 ماه گذشته از وقتی که ما کانال رو خیلی جدیتر از قبل شروع کرد، یعنی در اصل 1 ماهه که کانال رو شروع کردیمش به صورت جدی، که هر روز 4 تا 5 تا ویدیو داریم میسازیم براتون. خب این کانال خیلی قدیمیه، تاریخش و همه چیش حالا هستش توی درباره کانال، توی اون عبارت کانال هستش، میتونید ببینید. ولی 1 ماهه که ما به شکل جدی داریم ویدیو میسازیم و کار میکنیم و خوشحالم برای اینکه توی این 1 ماه تونستیم این تعداد سابسکرایب رو داشته باشیم، این تعداد همراه های خوبی مثل شما رو داشته باشیم. طبیعتا اگر همراه من هستی، طبیعتا اگر کانال رو سابسکرایب کردی، یه خورده با هم همفکریم، یه خورده شاید با هم همسو باشیم نسبت به روی کردمون تو زندگی، نسبت به یه مقدار جهانبینیمون و نگاهی که تو زندگی داریم. بگمت همراه من تو این کانال نبودی، چه این پلیلیست، یعنی چه 9 تا ویدیو قبلی این پلیلیست و چه ویدیوهای دیگه این کانال رو تماشا نمی کردی، اگر تماشام کرده بودی عضو این کانال نمی شدی و هیچ وقت هم روی این ویدیو که زمانش هم طولانی تر از بقیه ویدیوامون هست کلیک نمی کردی بیا اینجا که نگاه کنی، وقت گذاشتی. یه موضوعی که همیشه برای من خیلی خیلی جالبه اینه که بارها ما همیشه آدم هایو میبینیم، اصلا انگار این موضوع مده، انگار این موضوع یه مسئلهیه که اصلا استفاده میکنن آدم ها و به شکل یک برتری میبیننش، به شکل غرور میبیننش، به شکل این میبیننش که مثلا چجوری بگم، مثلا یک پرستیج میبینن، یک کلاس گذاشتن میبینن. اونم این که میگن سرم شلوغه، اصلا وقت نمیکنم. خب ببین، اگر اون دسته از آدم‌ها رو می‌شناسی، دیدیشون، می‌دونی چه جوریه، یا اگر یه وقتای خودت از این جمله استفاده کردی، می‌خوام یه چیزی رو راجع به یک روز خودم به تو بگم. این چیزی هم که می‌خوام بگم نه اصلا بحث تعریفه، نه اصلا بحث تخریبه، نه اصلا خوبیه نه بدیه، چون سودایی که داره برای خودم داشته و داره، ضررهایی هم که داشته برای خودم داشته و داره. یعنی اصلا هیچ چیزی حس برتری نیست این موضوعی که میخوام راجع بهش صحبت کنم. اتفاقا خیلی خیلی جدی هم این قضیه رو ببین که اصلا حس برتری نه، حس غرور نداره این قضیه، چون هر کدوممون زندگی خودمون رو داریم، نگاه خودمون رو داریم، هر کدوممون هر کاری که داریم میکنیم داریم واسه خودمون میکنیم و منتش هم سر کسی نیست، منتش هم سر خودمونه. داریم به خدمت میکنیم، داریم به خودمون خدمت میکنیم، داریم تخریب میکنیم، داریم خودمون رو تخریب و خراب میکنیم. پس ببین، لطفاً با این دید و عمیقاً با این دید به این موضوع که میخوام بهت بگم توجه کن. یک روز خودم، همین امروز خودم میخوام به طور مثال همجور رندوم بهت بگم، میخوام بهت بگم که سرم شلوغه یعنی چی.
ببین من از صبح که بیدار شدم، ساعت فکر کنم حدود 9 صبح بود، 9 و نیم صبح بود، نزدیک 10 بود شاید، بیدار شدم. حالا بماند که شب گذشته ساعت 5 خوابیدم، 5 رو خوابیدم، ساعت 9 و نیم 10 بیدار شدم. وقتی که بیدار شدم نشستم پای ویدیو، پای ویدیویی که شب گذشته ضبط شده بودم، ادیت پای کار اون، چک کردن پنل یوتیوب، چک کردن اینستاگرام، چک کردن شبکه‌های اجتماعی برای قسمت کاریمون، برای قسمتی که برای کارمونه، نه اصلا بخش سرگرمی یا تفریح یا اوقات فراغت نبوده هیچ کدوم از این قسمتاش. ساعت 11 من کلاس داشتم، یه کلاسمو برگزار کردم، کلاسم تموم شده، دوباره نشستم پای ویدیو، یه کار بیرون داشتم، مثل کار عادی که هممون داریم تو زندگیمون، رفتم کار بیرونمو انجام دادم، برگشتم دوباره. حالا بماند که در طول همه اینها، یعنی حتی اون بیرون رفتن و اومدن، من از یه طرف توی یوتیوبم هم، از یه طرف توی کارهای دیگه‌م هم رفتم اومدم، دوباره ساعت 3 بود فکر می‌کنم، یه کلاس دیگه داشتم، کلاس تموم شده، کلاسمو برگزار کردم تموم شد، بعد دوباره این وسط دوباره اومدم نشستم پای سری کارام، پای نوشتنم، پای متنی که حالا چیزایی که همیشه می‌نویسم، پای نوشتنم. دوباره نیم ساعت بعدش کلاس بعدیم شروع شده که طبق معمول هم یه 10 دقیقه یه رو با تأخیر به دانشجوم رسیدم، کلاس رو برگزار کردم. کلاس که تموم شد ساعت 6:30 بود، 6:30 7 بعد از ظهر بودش. رفتم دوباره بیرون یه کاری داشتم، با میرفتم انجام میدادم، اومدم دوباره نشستم پای متن نوشتنم، پای یوتیوبم، ویدیو ادیت کنم، پخشش کنم، بعد از اون طرف یه کار دیگه‌ای که سراسر روزم تایمای مختلفم رو اشغال میکنه که اصلا دوست ندارم در موردش صحبت کنم چه کاریه، ولی خود همون کار یه کاریه که یه آدم عادی، یه آدم نرمال همون یه دونه کار رو تو زندگیش انجام بده بسشه، که میزان استرسی که داشته باشه، میزان دغدغه‌ای که داشته باشه، میزان حجم فکری، حجم کاری که براش میبره. نشستم پای یه کار دیگه‌ام، نشستم اون رو انجام دادم، دوباره درگیر بحث حالا اینترنت و آپلود ویدیو و دوباره ضبط کار رو و همینطوری دوباره اومده جلوتر. بعد حالا این وسط من یه تایمی 1-2 ساعت داشته باشم که فیلمم حتما ببینم شبا، دوباره حداقل بعد 2 ساعت داشته باشم نصف شب بتونم کتابمو بخونم، دوباره این وسط ها باید 1-2 ساعت تایم داشته باشم تو اینترنت، یه سری کارها دارم که هر روز باید چکشون بکنم، مثل پنل حالا فروش کتابام هستش، پنل ویدیوهام هست، پنل کارام هستش که باید اونا رو بهشون برسم، دوباره اونا به کنار. ساعت میشه مثلا الان ساعت همین الان ساعت حدود 12 که داریم ویدیو رو ضبط کنیم، به ساعت 12 که ویدیو داره ضبط میشه، دوباره میگم بعدش هم بشم پای فیلم دیدنم، پای کتاب خوندنم، ساعت میشه 4 صبح، 4 صبح تازه کتاب صوتی میذارم تو گوشم، بعد با اون تازه شروع میکنم دوباره خوابیدن. حالا بماند که میگم این وسط ها باز چند تا کار دیگه وجود داره که باید انجامش بدم. حالا تو فکر کن امروز من استثنان، حالا امروز نبود، ولی تو فکر کن روز دیگه هم باشه، مثلا دیروز هم باشه، تمرین تئاتر من هست این تو، نمیدونم چند تا کار دیگه هم هستش که اصلا من بخوام بهشون فکر کنم باید یکی بهت بگم. یعنی میخوام بهت بگم که همزمان دارم 5-6 تا کار رو انجام میدم، تدریسم گرفته، نویسندگیم گرفته، کارگردانیم، کار یوتیوبمون که اضافه شده بهش و و و دو تا کار دیگه‌ای که گفتم نمیخوام راجع بهشون صحبت بکنم که اونام کارهایی که رو هر روز با انجام بشه، دارم همه اینا رو انجام میدم. ببین اینا اصلا بهت گفتم حس چیز نداره، من هر کاری دارم میکنم واسه خودم میکنم، منتی هم سر تو یا سر کسی نیستش، ولی میخوام یه چیزی بهت بگم، من با تموم حجم کارم عموما از این دیالوگ استفاده نمیکنم که سرم شلوغه. به خاطر همین هم خیلی از آدم ها رو هم از خودم ناراحت کردم کلن. مثلا شخص پیام داده به من، حالا نتونستم 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت جوابشو بدم، بعد جوابشو دادم بعد فکر میکنه که بی‌معرفتم، فکر میکنه فلانه، بعد دوستم ندارم بگم ببین سرم شلوغه نمیدونم فلانه، و متاسفانه این درک رو هم ندارند. یعنی من فقط از یه طرف میگم آقا من نیاز ندارم به کسی بگم سرم شلوغه، چون میگم هر کاری دارم میکنم دارم واسه خودم میکنم، ولی توقع ندارم که دیگه بی خودی بخوان آدم ها ناراحت بشن از اینکه تو چرا نیستی، تو چرا حواست نیست، تو چرا جواب ما رو نمیدی، تو چرا فلان نمیکنی. یه ذره همدیگر رو بهتره که درک کنیم، یه ذره بهتر اینه که آدم ها همدیگر رو به نظرم بفهمند. بهت گفتم 24 ساعت شبانه روزه، توی این 24 ساعت بگم 20 ساعت
شاید دروغم نگفته باشم، ولی میگم 19 ساعت، نه 18 ساعت دارم میدوام. میگم دارم برای خودم میدوام. اصلا فکر نکنی چیزه، حالا چیزه مثلا، اصلا برای خودم میدوام. و میدونم اون آدم هایم که بهت میگم مثلا ناراحت میشن، چیز میشن، فلان اینا، اونا نمیتونن درک کنن. یعنی اصلا درک کردنش سخته برای مردم ما، کلن سخته. و این یه چیزیه که عادته برای مردممون، اصلا نمیتونن مسائل دیگران رو درکش کنن، حتی یک مسئله خیلی ساده رو نمیتونن درکش بکنن. و من همین توقع رو ندارم که درک بکنند، ولی توقع هم ندارم که آسیب بزنن به آدم. توقع این موضوع رو ندارم که بحث آسیب زدن باشه، بحث این باشه که بخوام اذیت بکنم، هرچند که کلن کسی، من بعید میدونم تو خود زندگی خود من باشه که بتونه به من آسیب بزنه، بتونه سد راه کارم بشه، بتونه سد کارم رو خراب کنه یا چیز بشه، ولی بالاخره حساشون و انرژی منفیشون و چیزاشون اینها رو بهتره که نباشه. بگم توقع درک کردن من ندارم، چون میدونم درک نمیکنم. ببین خیلی جالبه، ماها هیچ وقت نمیتونیم آدم ها رو توی حتی مسائل دیگری درک بکنیم، هیچ وقت نمیتونیم درک بکنیم. به قرارت یه مثال میزنم، خیلی جالبه، خودت قطعا بیشتر از من دیدی، خودت قطعا بیشتر از من میدونی این قضایی ها رو و بهتر از من آگاهی، فقط اینجا چون صحبتش هم شد من گفتم بهت بگم. ببین فکر کن من دارم با یه تعمیرکار ماشین صحبت میکنم، صحبت از عوض کردن یه قطعه روی ماشینم دارم باش صحبت میکنم، میگه این قطعه هستش، نوع این قطعه که مثلا لوازم یدکی میفروشم مثلا 4,500,000 بیا اینو بخر، خودتو راحت کن، اینو عوض کنیم برات، خودتو راحت کن تا چند سال راحت بشی، ولی یه قطعه مصرفی. من بهش گفتم که فلانی مثلا همین قطعه‌ای که تو داری میگی با همین 3 سال پیش 4 سال پیش 200,000 تومان بود، الان شده 4,500. بعد خب مثلا الان من نمیتونم مثلا عوضش کنم، الان حالا تو اولویت من نیست که این کارو انجام بدم و اینها. بعد کلی با من صحبت میکنه که نه همه چی گرون شده دیگه، خب دیگه چیزی نیستش که باید این کارو بکنی. باورت نمیشه این چیزی میخوام بگم. 5 دقیقه بعد خود همون شخص داشت به یکی دیگه میگفتش که میخوام برای ماشین خودم نمیدونم چی مو عوض کنم، اگر 2 سال پیش خریده بودمش 400,000 تومان بود، الان شده 5,000,000 تومان، نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم چی بخرم. ببین درک نمیکنه. ببین وقتی تازه خودش تو موقعیت قرار میگیره تازه یه ذره درک میکنه، تازه بازم تو رو درک نمیکنه، یعنی بازم کسی رو درک نمیکنه، تازه مثلا تازه یه ذره شاید فقط داره خودشو، چون خودخواهیه، چون فقط خودشو داره میبینه، داره خودشو میبینه. ببین چقدر جالبه. و این موضوع رو دقت کن، به آدم ها کلا نمیتونن چیزی رو درک کنن نسبت به دیگران، ولی به سر خودشون که یه کوچکترین همون چیز میاد، مثلا همین مثال این همین تعمیرکاری که برات زدم، ببین 5 دقیقه بعد به من میگه که خودم میخوام برای ماشین خودم اونو عوض کنم، اگه اونو خریده بودم اینجوری بود اونجوری، الان نمیدونم. بعد 10 دقیقه داشت غر میزد برای این قضیه و شکایت میکرد از این موضوع، و بعد فکر کن 5 دقیقه قبلش داشت به من اونطوری میگفت. ببین چقدر جالب. برای همین کلا میدونیم که آدم ها نمیتونن درک کنن مسائل دیگران رو، و یه بخشیش حالا خودخواهی است، یه بخشیش حالا حسای دیگه که اصلا اینقدر به کسی فکر نمی کنن که چه برسه بخوان درکش کنن موقعیتشو. ولی چیزی که هستش این که ببین میخوام یه چیزی رو صحبت کنم، یعنی من تا اینجا همه این حرفا رو زدم به یه موضوعی برسم، اونم موضوع اینه که یه خورده قوی باشیم، یه خورده قدرت داشته باشیم. ببین من این حرفا رو دارم میزنم، تو داری میشنوی، ممکنه بشنوی طبق معمول که هممون همه چیزو همه جا میشنویم، از این بر میاد از اون بر میره، بیاد بره بیاد بره، و همه جا اینا رو شنیده باشی، همه جا اینا رو خونده باشی، بعدم بگی اوکی حالا. ولی ازت میخوام یک بار عمیق به این موضوع فکر کنی، اونم این که ازت میخوام قوی باشی، یه مقدار زیادی جنبمونو بالا ببریم، یه خورده جنبمونو بیشتر کنیم. ببین من عموما با آدم ها صحبت میکنم، حالا چه دانشجوان باشن، چه دوستان باشن، چه همکارامون باشن تو کارمون، چه آدم هایی کلا میبینیم، شخص میاد به من میگه ببین خیلی مشغله دارم، نمیدونم باید چیکار کنم، خیلی سرم شلوغه، انقدر ذهنم به هم ریخته که نمیدونم باید چیکار کنم. بعد باهاش صحبت میکنم، میگم مگه چی شده، چیکار میکنی اینها، که یه خورده موقعیتش رو بتونم درک کنم تا بتونیم با هم صحبت کنیم، کمکش کنم، یا اگر کمک دستم برمیاد بتونم واسش انجام بدم. بعد میگه آره درگیر یه کاری شدم، مثلا از این کارم اومدم بیرون، رفتم توی مغازه، توی درگیر این مغازه هم، بعد اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. ببین من همین چند دقیقه پیش برای خودت گفتم،
من برای تو گفتم 5 دقیقه من برای تو گفتم 5 تا کار حداقل 5 تا کار رو من در طول شبانه روزم دارم پیش میبرم که هر کدومش دغدغه یه آدم زنده است، یه آدم کامله. هر کدوم این 5 تا رو فکر نکنیم ساده و کوچولو ازش میگذرم و هر کدوم این 5 تا کاری میدارم بهت میگم و دارم وقت میگذارم براش، سالیان ساله دارم برای هر کدوم وقت میگذارم، انرژی میذارم، همه چیزم رو نمیذارم. من اینجوری ناله نمی کنم، از بود چیزش منظورم و جنبهه. ببین من ناله نمی کنم وای سرم شلوغه، وای نمیدونم باید چیکار کنم، اینقدر ذهنم درگیره، خستم، بریدم. بابا یه خورده جنبمونو بالا ببریم، یه خورده خودمون رو قوی تر ببینیم، یه خورده خودمون رو قوی تر بسازیم. تا کی میخوایم اینقدر ضعیف باشیم؟ به همینه که ما هیچ وقت پیشرفت نمی کنیم، برای همینه که ما هیچ وقت نمیتونیم به جلو بریم. ببین مثل دانشجوها، تو دانشجوها رو نگاه کن، مثلا خیلی هاشون هستن باشون صحبت کن، من دانشجوام چی کار میکنی؟ خب کنار دانشجو هیچی، من دانشجوام. یعنی چی؟ یعنی تو چی کار دیگه داری میکنی تو زندگیت؟ مثلا داری چی کار میکنی؟ دانشجو که خب ما با حساب سیستم تحصیلیمون بخوایم نگاه کنیم، ما هممون 7 سال 8 سال دانشگاه و نمیدونم این داستانهای حواشی دانشگاه و قبلش و اینا بودیم دیگه، کنکور و فلان و اینا. خب الان چی کار کنم؟ الان یعنی میخوای 7 8 سال زندگی تو دانشجو باشی؟ خب داره عمرت میره، داره زندگی میره، بعد تو داری ببین من دانشجوام دیگه توان کاری ندارم، الان نمیدونم مثلا فصل امتحانات منه، الان خسته شدم، الان بریدم. یه خورده جنبمون رو ببریم بالا. ببین من ساده نمیبینم و کارهای دیگرانو دارم بهت میگم، ببین جنبه ها رو میتونیم ببریم بالاتر و بدونیم هر چقدر که خدمت داریم میکنیم، هر چقدر داریم تلاش میکنیم، داریم خدمت میکنیم به خودمون، هر چقدر تلاش میکنیم داریم به پیشرفت خودمون کمک میکنیم، همون قدر هم داریم به خودمون هم ضرر میزنیم. یعنی باز مسئولیتش با خودمونه، یعنی خودمون داریم سر خودمون بلا میاریم. اگه پیشرفته باشه برای خودمونه، بلا بیاریم سر خودمون، مصیبت باشه باز برای خودمونه. آره من به تو میگم من 4 ساعت 5 ساعت میخوابم، الان 30 خورده سال من سیستم زندگی بینه، بله من 5 سال دیگه ممکنه کلا کم آورده باشم دیگه، اصلا نتونم نفس بکشم اصلا، چه برسه چیز باشه. یعنی میگم ضررم مال خودم ها، آره سوداش هم برای خودم بوده و هستش. و این هیچ ربطی نداره به دیگران، هیچ احساس این نداره که بخوایم منت بزنیم سر دیگران، قور بزنیم سر دیگران، دیگران رو اذیتشون بکنیم دیگران رو، و اینکه بخوایم توقع هم داشته باشیم که درک بکنن. نه ببین منم بهت این قول رو میدم، میدونم خودت هم میدونی، منم بهت این قول میدم، هیچ کس درک نمی کنه که تو چی میکشی، چه شرایطی داری، حتی نزدیکترین آدم باهات. یعنی بهت اینو قول میدم، هیچ کس نمیتونه درکت کنه. خودشون اگر توی اون موقعیت قرار بگیرن شاید یک کوچیک بتونن اونم شرایط خودشون رو درک کنن، اونم نه تو رو، باز تو رو اصلا حواسشون نیست، باز یارو داره به حال خودش فکر میکنه. ای بابا مثلا من خیلی سرم شلوغ شده چون دوتا کار دارم تو زندگی من، مثلا یه دانشگاه میرم میام، مثلا یه چه میدونم یه کار دیگه هم در کنارش انجام میدم، خیلی دارم اذیت میشم، انقدر شلوغم، نمیدونم باید چیکار کنم. مثلا یعنی چی؟ بعد یه نکته ای هم که در پس همه اینا خیلی جالبه، گفتم آدمایی که بارها با خود من صحبت کردن گفتن مثلا ما اینقدر شلوغ شدیم که اینجوریم، بریدیم، یا حتی کمک خواستن که ما چیکار کنیم، به نظر تو؟ دقیقاً به این فکر کردم که ببین اگر شلوغ شدی و شلوغی خوبه، یعنی یه وقتی هست امیدوارم برای کسی پیش نیاد ولی مصیبت برای آدم پیش میاد، گرفتاریایی که خودت توشون دخیل نیستی برات پیش میاد، چه میدونم تصادف میکنه شخص، نمیدونم فلان اتفاق میفته، مریض میشه، فلان میشه، هزار تا بلا و مصیبته که واسش پیش میاد، آره اونا شلوغی های مصیبت هاییه که نمیشه کاریش کرد. ولی غالب اوقات، بیشتر اوقات میبینی که نه، ببین شلوغی ها شلوغی های کاریه، شلوغی هایی که داره منجر به پیشرفت شخص میشه، داره منجر به این میشه که هم ذهن شخص، هم فیزیک و بدن شخص و اون انرژیش بیشتر و بیشتر بشه برای به دست آوردن خیلی از اتفاقات خوب، به دست آوردن خیلی پوانها، خیلی امتیازات. و اونجا اون نقطه‌ای که میگم همیشه من خودم تو این شرایط با اون افراد وقتی صحبت میکنم بهشون میگم، میگم ببین اگر شلوغیت شلوغیه که چه میدونم خوبه، مثل همین بحثای کاریه که بهت گفتم، خب خیلی هم خوب،
مثلا اتفاقا سعی کن مدیریتشون کنی، سعی کن هندلش بکنی و سعی کن که بهشون قدرت بدی تا هرچه زودتر به ثمر بشینه و اصلا داری به خودت کمک میکنی خود پیشرفت بکنی، نه اینکه بخوای از مسائل ببری، نه اینکه بخوای مثلا از مسائل خسته بشین که بخوای کارها رو جایگزین هم دیگه بکنی. مثلا من بگم نه من میتونم نویسندگیمو بی خیال بشم که کار یوتیوب دارم میکنم، یا عموما هم آدم ها این کارو میکنن. شاید یه قسمتیش بحث تک بودی بودن آدم ها باشه، شاید نمیتونیم اینو محکم بگیم این قضیه رو، یعنی ذهنه نمیتونه چند جا تمرکز بگذاره، چند جا انرژی بگذاره، چند جا بکنه فعالیت کنه، ولی سبای این موضوع هم میبینه که هنو جایگزین میکنم. بعد تو همون یه دونه کار رو هم که داره انجام میده، پدر همه رو در میاره، پدر اطرافیانش رو در میاره. وای من خیلی سرم شلوغه، من همش سر این کارم، من همش اینجوری هم، من همش اینجوری. چی دارید میگید؟ یه کار داری تو کل زندگیت انجام میدی، نه دو تا کار تو کل زندگیت داری انجام میدی، تو 24 ساعت شبانه روز داری انجام میدی. بعد تو میای میگی شلوغم، درگیرم، نمیرسم، نمیتونم، نمیشه. همش این نفیایی که میاری، این نونه که هی میاری، نمیشه، نه نه نه، خسته شدم، بابا بسته دیگه. بهت گفتم بخوام از شلوغی برات صحبت کنم، باور کن باز با جزئیات بهت نگفتم میتونم برات یک هفتهمو توصیف کنم، میتونی برای چند ساعت، میتونی برای 24 ساعت با من تنها بشی ببینی من چجوری چی میکشم، چیکار دارم میکنم. بازم بهت میگم این بحث منت نیست، بحث برتری نیست، بحث غرور نیست، بحث هیچ کدوم اینا نیست. فقط میخوام بهت بگم که من با این شرایطم هیچ وقت از این کلمه استفاده نمیکنم، مگر اگرم استفاده کرده باشم واسه صمیمیترین آدمهای اطرافم بوده که گفته شخص قرار بود مثل همدیگر رو ببینیم، بهش گفتم که سرم شلوغه، یه خورده حالا یه خورده شاید مشغله دارم، مثلا حالا مثلا دو روز دیگه همدیگر رو ببینیم. میگم اونم برای صمیمیترین آدم ممکن بوده، ممکنه استفاده کرده باشه، چون میدونم درک میکنم یه خورده. ولی عموما من خودم از این کلمات استفاده نمی کنم، عموما از اینها نمیگم. بعد انتظار دارم یه خورده کلا آدم جنبهشو بالا ببره، یه خورده قوی تر بره جلو، یه خورده کمک کنیم، همه با هم کمک کنیم، یه ذره پیشرفت کنیم، یه ذره پیشرفت کنیم توی کارهایی که داریم انجام میدیم، توی زندگیمون پیشرفت کنیم، یه مقدار سوادمون رو بالا ببریم، یه خورده دیدمون رو وسیع‌تر کنیم، یه خورده قدرتمون رو بیشتر کنیم. ببین خیلی جالبه، همیشه من موزل زمان داشتم، یعنی زمان کم میارم، نه تنها حالا کم میارم، فراموش هم میکنم همه چیزو، تا ساعت خوابیدنم و گوشیم بهم ریمایندر، گوشیم بهم خبر میده الان باید بخوابی، یعنی یادم میره شاید حتی بخوابم، یادم میره غذا بخورم. ببین زمان کم میاد، زمانه کم میاد، یعنی هر چقدر داری میدوی باز زمان کم میاری، باز وقت کم میاری. بعد چطوری تو یه کار دوتا کار انجام میدی، بعدم میگی سرم شلوغه؟ بهش میگیم شخص مثلا فلانی برو مطالعه، اینقدر شلوغم که اصلا نمیشه. بابا یه ذره استفاده کن از وقتت. یه چیزی هم که هست، تو میتونی از طول زمانت استفاده کنی، میتونی از عرض زمانت هم استفاده کنی. توی ویدیو بعد در مورد بحث استفاده از عرض زمان صحبت میکنم مفصل، و حتما خوشحال میشم بیای اونو هم ببینید اگه دوست داشتی همراه کانال باشی. اگر اولین ویدیو بود که از کانال دیدی، عضو کانال شو، همراه ما باش. اینجا تخصصی داریم هنر رو دنبال میکنیم. اگر به هنر علاقمندی، اگر هنر دغدغت، اگر هنر برات مهمه و هنرمندی، میتونه اینجا بهت یه خورده کمک بکنه. عضو کانال بشو. تک تک پلیلیستایی هم توی کانال وجود داره میتونه یه خورده کارآمد باشه. پلیلیست هنرچیست داریم، منتقد شو داریم، تک تک پلیلیست ها هستش، میتونی ازشون استفاده کنی. مستر کلاس بازیگری هست،
ما قسمت های مختلف هست، ساختار شناسی داریم، میتونید تک تک اینا رو استفاده بکنید. در پایان باز هم ممنونم ازت که این یک ماه و همراه ما بودی. اینجا به زودی اتفاقات خیلی 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 خوبی خواهد افتاد با مشارکت هم دیگه، با تعامل هم دیگه. اینطور نخواهد بود که من بشینم اینجا حرف بزنم یا گروه من اینجا بشینن حرف بزنم و تو شنونده فقط باشی. قراره با هم پیش بریم، قراره به صورت کاملا تعاملی با هم جلو بریم، با هم پیش بریم. اگر دوست داشتی موضوعات که دوست داری صحبت کنیم، سوال اگر داری یا هر بحثی بودش، میتونی اینستاگرام من دایرکت بدی، اونجا میتونیم با هم صحبت کنیم مفصل و در خدمتت هستم. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. این ویدیو یه خورده طولانی تر از بقیه ویدیوهامون شد، ولی ویدیوی ویژه برای پلیلیست میتونی چند دقیقه با من تنها باشی بود. امیدوارم تو این شرایط سخت، تو این حال روزی که هممون داریم، تو این فشاری که به هممون حاکمه، حالت خوب باشه، شاد و سلامت باشی.